دوستان، حالتان چطوره؟ دفعه قبل آثار هنری چگال را دیدیم. امروز هنرمند دیگری را به شما معرفی خواهم کرد و اسمش هست آقای اندرو درین. این هنرمند مناظر طبیعی زیادی را نقاشی کرده است. حالا ببینید که چطور متفاوت از دیگر هنرمندان آثارش را به نمایش گذاشته است. پس بیایید سریع برویم سراغ آثار هنری اندرو درین. اندرو درین منظره‌های طبیعی زیادی را نقاشی کرده است. اینجا چه چشم‌اندازی نقاشی کرده است؟ بله، این یک قایق شناور روی دریا هست. این قایق در رنگ‌های متفاوت زیادی نقاشی شده است و دریا و آسمان به رنگ سبز روشن رنگ‌آمیزی شده‌اند. این کارش چه احساساتی را برمی‌انگیزد؟ آیا رنگ‌ها بسیار عمیق و تاثیرگذار نیستند؟ ساحل به رنگ سرخ و نمایش گذاشته شده، دریا به رنگ سبز روشن و آسمان به رنگ زرد. اینها خیلی از رنگ‌های واقعیشان متفاوت هستند، اینطور نیست؟ اینجا چطور جایی است؟ در ابتدا از روی رنگ آن گمان کردم باید یک رودخانه باشد، اما وقتی به رنگ آن دقت کردم فهمیدم که یک جاده است. این قسمت زرد رنگ چه چیزی میتواند باشد؟ درباره آن فکر کنید. این هم یک رودخانه است. اگر قسمت میانی آن نبود اصلا فکرشم نمیکردم که یک رودخانه باشه. با نگاه کردن به آسمان نارنجی به نظر میرسه غروب را به نمایش گذاشته است و یک احساس قوی را برمی‌انگیزه، انگار یک آتش‌بازی در آسمان برپاست. این هم شبیه به یک رودخانه است، درست از زاویه مورد قبلی، اما این یکی احساسات کاملا متفاوتی در خود دارد، درست است؟ و نسبتاً ملایم‌تر به نظر می‌رسد. و حتی به خاطر آسمان پنبه‌ای و نرمش که در رنگ‌های مختلف است احساس شیرینی را هدیه می‌دهد. امروز ما قصد داریم که این تصویر را درست شبیه یک هنرمند به نمایش بگذاریم. آماده اید شروع کنیم؟ اول از همه بیایید حالت‌ها را به دست بیاوریم. فعلاً فقط نگاه کنید. وقتی حالت‌ها را به دست آوردید با جزئیات شروع به نقاشی کنید. Thank you.
چه از شما دورتر می شود آن را باریکتر نقاشی کنید و پرپیچ و خم بکشید. وقتی کار با مداد را تمام کرده، بیایید از یک خودکار استفاده کنیم تا دوباره آن را در بالای صفحه نقاشی کنیم. اگر خطوط ثابت نیستن و لرزان به نظر می رسن ارادی نداره، بنابراین فکر نکنید کارت خیلی سختی هست.
و وقتی دارید صخره ها را میکشید خطوط را لرزان ترسیم کنین با این هدف که بیشتر به یک صخره شباهت پیدا کنه. وقتی نقاشی کشیدنتان تمام شد بیایید نشانه هایی که با مداد هست را پاک کنیم. پاک کردن آن از رنگ‌هایی که دوست دارید آزادانه استفاده کنید. درست مانند نقاشی هنرمند آسمان را رنگی بکش و اقیانوس را به هر رنگی که دلت می‌خواهد در بیاور. صفحه نمایش را برای یک لحظه متوقف کن و مانند یک نقاش تشریح کن. من نقاشی خودم را به این شکل درآوردم. شما چطور تمام کرده؟ به صبرانه منتظرم که نقاشی های شما را ببینم. کلاس امروز چطور بود؟ به نظر من اینکه آسمان را به رنگ های زیادی به نمایش بگذاریم ایده خیلی خیلی جالبی است. شما باید از قدرت تخیلتان نیز استفاده کنید و هر چرا که دلتان می‌خواهد به نمایش بگذارید. معمولاً آسمان بسته به شرایط آب و هوا و اینکه چه وقت از روز است رنگ‌های متفاوتی در می‌آید. اما در نقاشی آسمان حتی می‌تواند رنگی‌تر هم باشد. پس بیایید منتظر کلاس بعدی‌مان باشیم. خدا نگهدار دوستان.